ای جان دلم، درود بر شما سر. درود درود، خوبی؟ من خوب خوب وقتی که یک مرد نازنینی مثل شما رو روبروی خودم توی صفحه گوشی دارم میبینم، مگه میشه بد باشم؟ و خدا رو هزار مرتبه شکر سر، من خاک پاتونم. از به خدمت شما قربونتون برم. من اول این کامنت ها رو من ببندم که دوستان دیگه راحت تر بتونن تصویر نازنین شما رو ببینن. خب در خدمتیم قربان. اولا که همه شما رو میشناسن، من ضمن این که امشب میخوام یک جورایی پرسش و پاسخ با حضرت عالی جلو برم و یه مقدار روند رو تغییر بدیم که حالا قبلا تشریف آوردید و صحبت های بسیار زیادی فرمودید، یه مقداری طبق همون صحبت هایی که قبلا خدمت شما و بقیه این بزرگان داشتیم سوال جوابی بریم جلو که شما هم راحت تر بتونید امفسایز کنید و بتونید کانسنتریت کنید روی موضوع. ضمن اول میخوام محبت کنید، خودتون رو معرفی کنید برای عزیزانی که چند وقتی با ما آشنا شدن و دارن میبینن. این منظورم این نیو جنریشن هست، از سن شاید 10-12 سال تیم سار عاشقان شما هستن تا هم دوره های خودتون و شاید بعضن به حال هم دوره های جناب مینو سپهر عزیز و کسان دیگری. من در خدمتتونم، یه معرفی بفرمایید تا من سوالام و خدمتتون عرض کنم. ابتدا سلام میکنم خدمت جناب دکتر حمزه‌ای عزیز و همکاران با وفا و پرکارش که الحق کاری کردن که واقعا این ثبت تاریخ به قول استادم جناب عزت‌ستار که باید این تاریخ بمونه و شما در رأس این در خط مقدم دارید اجازه. و سلام میدم به تمام شهدا و جانبازان و اسیران و مفقود اثران که جان خودشون رو دادن برای اینکه ایران بمونه حق. و سلام میکنم به تمام عزیزان و بزرگان سلحشور ارتش که واقعا هم قبل هم الان، یعنی هم توی جنگ هم بعد از جنگ، واقعا کاری کردن که از جان گذشتگی خودشون و اونهایی که شهید شدن و خون دادن و اونهایی که سالم هستن زنده هستن هم درود میفرستم برای همش. بنده هم سرتیب خدمان، سرتیب دور خدمان علی اصغر جهانبخش هستم که در تاریخ 1347 دیپلم ریاضی از دبیرستان دکتر خمینی تهران چهار لشکر خیابان کمالی دریافت کردم و علاقه زیادی هم که به پرواز داشتم خلبانی، از همون جا به دانشکده خلبانی منتقل شدم. بعد رفتیم امریکا دوره هواپیمای ACH و همون مدارج اصلی شد T41 و T3 و T3 شد به پایان رسوندم و بعد برگشتم ایران. بلافاصله من انتخاب شدم برای گردان افور. گردان افور چه یلانی استادای ما بودن، آقای صمدی، آقای پورسبا، آقای عظیمی، آقای افشار عرض کردم، آقای شادروان شهلایی و بزرگانی از این تیپ و جناب عزت‌ستا و تمامی اساتید بزرگ که به حق گردن همه ما دادن که ما تونستیم در معیت افکار و اخلاق و عقاید و درس اینها بتونیم بریم اون کارا رو بکنیم که بالاخره نسیم گلیم ایران از چیز در بیاریم بیم. بعد عرض کنم که سه تا فرزند دارم، دو تا دختر یه پسر، هر سه تا عروسی کردن و هر سه تا شاغلن و دیگه در خدمت هم هستم دیگه. حالا شغلاشون رو اگر میخواین اسمشون و شغلاشون رو بفهمید که حتما دختر بزرگم اولی در قسمت بانک کار میکنه و فاینانشال ادوایزریه، این جایی که مثلا فرض کنیم میخوان ساختمون بخرن، برج بسازن،
نمیدونم چیزایی رو به اینها وام میده، با اینها مشارکت میکنه و این در اون رده با اینها فاینانس میکنه، فاینانس بانک و به قول معروف چیزای کلان، برای کارهای کلان. دومی مستر پروژکتر پروژکت هست و معماری خونده و کارش الان توی کارهای ساختمان سازی و معماری و این چیزاست. و پسرم که آیتی خونده الان رئیس شرکت آیتی در یک بخشی در شهر تورنتو است. ماشاءالله خدا حفظشون کنه این ستا فرزند نازنین و خلفتون رو، انشالله که فرزندانشون نوه هاتون هم موفق و خودتون انشالله سایتون مستدام باشه. ستام نوه دارم که یکیش رو شما دیدین باش صحبت کرده، اما اسکول میره دفت مدرسه، دو تا هم کچی اعلان بداخره این شرک رو گذاشته بودم اون رو میشم همیشه میگیره. آره من سلام، منو برسونید به خانواده محترمش. خدا شما نواها رو ببوسی از طرف من قربان. ویلکام خیلی بزرگ به خاطر غیبت طولانی شما، به هر حال به دلیل اینکه خب مشغله داشتید، ولی ما چندین جلسه با شما لایو داشتیم و خدا رو شکر خیلی مطالب زیادی از شما ثبت و ضبط کردیم، ولی به عنوان کسی که بخشی از این تاریخ هستید و در داکیومنت کردن این تاریخ، ضمن این که خب حضرت عالی هم در تیم هستید و به همراه جناب ایزدستا و جام نمکی و حالا دوستان دیگری که هستند، جام مازندرانی حالا و دوستان دیگری که حالا یکی یکی خواهند اومد. از به خدمت شما قربان. من اول میخوام کلن امروز بریم رو بحث. شما خلبان فانتوم بودید قبلن، برها تمام خلبانان تامکت همه یا از ام دیگه الان اینجوریه واقعا، حالا مگه اینکه اخیرا از هواپیمای روسی بیان، ولی تا زمانی که ما بودیم و حالا شما بود تشریف داشتین از قدیم که از یا از F4 می اومدن یا از F5 می اومدن و ادامه میدادن کارشون رو در این هواپیما. در واقع این هواپیما یک جورایی همه کوچ میکردن و ترانزیشن میکردن روی این تایپ از هواپیما. کسی از ابتدا، کسایی که از ابتدا بودن همون دوستان 20 نفر معروف هستن که شما میشناسینشون و اونها هم رفتند و هواپیماهای مختلف پریدن، یعنی F5 پریدن، P7 پریدن یا T33 و برگشتن اومدن دایم. که اون دوستان در واقع ستون فقرات F14 شدن بعد از اینکه شما دیگه بازنشسته شدید. دوست دارن یعنی واقعا توی این بخش ما بیشتر بخش تامکت رو صحبت کنیم و سوال کنیم از شما. اول سوال من از حضرت عالی اینه، اساس دکترین خرید هواپیمای F14 و اصلا دلیل و اصلا به چه دلیلی واقعا، چه انگیزه پشتش بود؟ چون بحثایی هم در اول انقلاب شده بود که اگر چنین نمیشد چنان میشد و اگر F14 نبود حالا F15 بود. و از کسی میخوام بپرسم که دانشمند این هواپیما هست، از کسی که سیستم های جنگ الکترونیک این هواپیما رو به خوبی میشناسه، کسی که IWS IP در واقع IWS هست، اینستراکچر در وپن، همون قسمت اسلحه و سیستم اسلحه، و همینطور IP در فرانسیت هست و هر دو رو با هم داره، و اینکه یک کارشناس خبره این هواپیما هست در سیستم های جنگ های الکترونیک و جنگ های نوین. خب من حالا عرضم بر این هست که اول بیاین باز کنیم و بپرسم از حضرت عالی که دلیل خرید F14 چه بود، آیا کار درستی بود یا خیر. اینو بفهمایید تا من سوالامو پیرامون این بپرسم. خب عرض کنم که من یه فلسفه خیلی مهمی کوتاهی عرض کنم که هواپیماهای ارتفاع بالای میگی 25 کشور روسیه سابق یا فدراسیون الان، اون به طور کامل یک یا دو بار بالای ایران اومد رفت و در طول زمان چندین بار در مانورهای پیمان ناتو و داخل ناوهای آمریکایی رفت و عکس گرفت و پرواز کرد و
قلدری خودشان نشون داد که آقا من ارتفاعی بالا میرم 100,000 پا. حالا ابتدا هم میگفتن 120,000 پا، ولی بین 90 تا 120,000 پا وریبل بود و سرعتش هم بین 2.5 ماه تا 3.5 ماه تا 3.2 ماه مثلا. خب هیچ کس جلودار این نبود، تا حتی همه الانش هم هیچ کس در ارتفاع و در سرعت الان رسیدن ولی در ارتفاع نه. خب به خاطر این ما حالا میاییم بررسی میکنیم که اگر ما دو تا چویس داشتیم، یکیش F15 بود و یکیش F14، نمره میدادیم میامدیم جلو میدیم که کدوماش بهتر بود. اولا نهایت پایان کارو ما بگیم که ما الان میخواییم حرفی بزنیم، صحبت میخواییم بکنیم که آره انجامش دادیم اومدیم. یعنی شما مثل این که رفتی والیبال بازی کردی، کشتی گرفتی، بعد رفتی مقام اول شدی یا مقام دوم شدی اومدی، حالا میگن بگو کشتی بهتره یا مثلا فرض کن والیبال. شما میخوایی بگی که من انجام دادم اومدم و دومم شدم ولی تو والیبال من فعلا کاری نکردم. اگر بخوایی این مثال این موقع تعمیش بدیم، هواپیمای F14 برای لویترینگ، برای مثل حالت یک ایوکس یا مینی ایوکس که بتونه باشه با رادار دوربردش که تو منطقه، تا هم الانشن به غیر از هواپیماهای رپتر و F-35 اگه تو منطقه هر نوع هواپیمای شما داشته باشید به خصوص شرقی ها، به هیچ وجه رادارشون بالای 30 مایل و 40 مایل نیست. 150 مایل دید داشته. من خودم 147 مایل رو باش پیکاپ کردم در موقعی که این نو بود و از لای زردرق در بود. بعد موشکمون هم که تغییر شده بود برای موشک فینیکس داد تا 90 مایل بزنه، 60 مایلی که اصلا واسهش پیساب کیک بود به قول من. خب حالا اگر همه چی میزون بود با یه همچین هواپیمایی که شما بایستی در ارتفاع بالا فرض کنه روی تبریز، فرض کنه روی عرض کنم که آبادان، فرض کنه روی بوشه، جای خیلی دورتر تقریبا، یک منطقه رو مثل آباکس 150 مایلی بعد سرچ کنه. اونم چی؟ F4 که مال نسل قبل از اینه، F4 رفتی رادارشو بندازه به محصه این که آنتن رو بخواد بده پایین، کلاترهای زمین میگیره اصلا دیسیبلش میکنه. ولی این هم پالس داره که اگه لازم شد برای ریاتک ها، برای اینا که باید با پالس بره تو دومه اون بیفته و بتونه برک نشه و لاکیش حفظ کنه، ولی در موقعی که داره زمین میخواد پایین رو پیدا کنه میره یه کراس سکشن یه متر در یه متر میخواد فقط و مووین تارگت و تمام کلاترها کوههای زمینی که اقصانقات ایران کوهستانی. یعنی اگر شما F15 رو بفرستی بالا کپ 100 تا تارگت مجازی میبینی تا برسه به تارگت اصلی، ولی این تارگت ها رو عمل رو دیفید میکنه، تارگت ها رو عمل رو کلاترش از بین میبره به وسیله اون پالس داپلرش. خب این یه ادوانتج دیگه. بعدم که بنزینگیریش، شما به طور کلی اگر بخواید این بنزینگیری این اگر تو لویترینگ و هدف دنبال نکنه بخواد ایزی دور بزنه فقط سرچ کنه، میشه تا 2 ساعت و 50 دقیقه 3 ساعت هم بیسته. اما وقتی که درگیر میشه، خب تو درگیری دیگه به قول معروف بنزین بیشتر مصرف میشه. ولی حالا شما میخوای بگی که ایوکس، مثلا شما ایوکس داری، آقا فلان چیز من دیدم، به رادار و پدابندی بگو آقا اینو رهنمود بده بره دنبالش، این خودش خودکفا اینو پیکاپ میکنه، خودش هم میره با رادارم هماهنگ میکنه میره دنبال تارگت. منتهاش در موقعی که F15 هواپیمای بدی نیست، خیلی هواپیمای خوبیه، ولی برای کشورهای کوچیک، برای مسافتهای کوچیک و خیلی تیزوبوز و خیلی هندیندی و خرجش کمتر از این. ولی ما چی میخواییم؟ ما میخواییم که در لانگ رنج این کوهستانی بودن، اون استبیلیتی، اون بالاش، اینا همه برای ما مثال خوبی بود و عملاً هم همه اینها رو ما توی ادورتایز ندیدیم که کتاباش خوندیم، عملاً رفتیم انجام دادیم اومدیم نشستیم.
یعنی ما مثلا از کف زمین، کف آب تارگیده گرفتیم تا 100,000 پا. موشک هم که از شما 40,000 پایی هم رسید میتونیم موشک هم بزنیم. در نتیجه این قوپ یا اون شاخ میگه 25 به وسیله این شکست، نه به وسیله اگر احیانا میگه 15 میشد. 15 بله درگیر میشه، راحت هم میتونه درگیر بشه. و من خودم هم با مالوف ها روی چابهار جاس با 15 آمریکایی درگیر شدم، ولی من رفتم تیلش. بستگی داره که چجوری میخوای عمل کنی، کی میخواد عمل بکنه. خود خلبانش هم شرطه، خود نکرده هم ده بر چیز نباشه. ولی منظورم اینه که شما افشارده رو از 10 امتیاز 9 امتیاز مثبت میدی، 1 امتیاز منفی. از F15 در 10 امتیاز 8 امتیاز منفی میدی، 2 امتیاز مثبت. بله میزنه گراند اتک با رادارش بدانش هم، ولی آیا من از اصفهان بلند میشم این بر تا مشهد، این بر تا ماکو، اون بر تا با F15 میتونم یه همچین گستردگی رو داشته باشم؟ نمیشه. و تون تون باید بری بنزین بگیری. مثل اون زمانی که ما اومدیم جنگ شروع شده، حالا اونجا میموزه رفتن جلوتر آسان این ها خدمت نرمز کنیم که روز اول جنگ چجوری شروع شده رفتن. ما بنزینگیری در روز انجام داده بودیم همه خلبان، ولی شب انجام نداده بودیم چون هنوز شب اوکی نبود برای افشار ده. خود آمریکایی ها میگفتن آقا این همه کلیه نیست، چند تا مانور چیز ممنوعه گذاشته بودن مثل اسپید فلان فلان که افشار ده نباید این مانور رو داشته باشه اینا رو انجام بده. یکیش هم بود بنزینگیری در شب. بنزینگیری در شب اصلا جز محالات بود تا اون موقع که اینا همه طبیعه بشه، چراغ ها بسکت فلان. ولی برای افور یه تعبیه شده بود، یه چراغ زیر بدنه هواپیما داشت که چند تا چراغ فلاشینگ نارنجی رنگ وقتی که هواپیما میامد وای میساد تو آرپی پون، بعد خلبان اجازه میداد، خلبان تانکر اجازه میداد که میگفت شما میتونید بیایی جلو. حالا بوم آپریتور تو اون پشت خابیده و دو تا هندل جویستیک داره که یکیش تلسکوپی این بوم رو میده بیرون، یکیش هم به چپ و راست و بالا پایین میبره، درست مثل یه پرواز میکنه باشه. اونم اونجا خوابیده، هواپیما داره به طرف این به پشت خوابیده و داره بیرون نگاه میکنه. شما میای وقتی رسیدی در هیته این افور برمیگرده میگه که خب بیا جلو، رفت جلوتر، حالا میگه که 2 feet up 2 feet forward 1 feet down، اینا رو قشنگ میگه. شما میای یه جایی اون چراغا رو ببینی، اون چراغا رو که دیدی وقتی دو تا چراغ سفید رنگ داره به نام کپتان لایت، اگر اون دو تا رو ببینی یعنی که فقط 2 دقیقه 3 دقیقه یه پرواز نرم و ایزی انجام بدی اونجا، اونم میاره بوم رو بس میکنه، بنزین میدیری زیر 4 دقیقه فول میشی میری کنار. فقط باید یه استیبل فورمیشن اون زیر پرواز کنی. ولی حالا اینو بیا تنهش بده توی افشاردار. افشاردار شیلنگ سمت راست یا شب رو باز کرده و داره میاد، بعد باد که میاد، توربولانس که میاد، کراسوین که هست، اینا مثل این تناب بازی بچه ها که توی زمین بازی میکنن، یکی ازش میپره تو ورزش و اینا، مثل همین اون تش که چسبیده به باد اکستنشن اومده بیرون، نوکش هم که بسکته، تقریبا بسکت یه جا بایستاده، این همینطوری داره میگرده، بعد بسکت هم خودش دور میزنه، چنانچه بعضی ها همین بسکت خورد کنابیشون شکست، بعضی ها این بوم رو کندن با خودشون آوردن پایین، بسیار خطرناک هم بود. اما در روز هر جوری بود همه گرفتن کلیه شدن و اوار شدن، یعنی خلبان های F4 اوار کامل بودن، چون بوم در شب، روز، فلر، بنزینگیری در شب، بنزینگیری در روز، گرانتک ریدار، همه اینا رو انجام دادن شدن اوار.
این هنوز بنزینگیری در شب رو نگرفته که اوار بشه، هست یعنی میتونه ولی در روز انگار که پروازه در روز رو برنجام بده. بعد حالا در خلای این چیکار میکردیم؟ ما میرفتیم یه ساعت پرواز میکردیم، بنزین رو که کم میشد میامدیم میشستیم یه جایی توی پایگاه درست کرده بودم، خیلی با زحمت فراوان اونجا درست کرده بودم، مثل پمپ بنزین داشت. از شما میامدیم موتور سمت راست رو خاموش میکردی، طوری باید میسید اونجا که اینا اون از زیر اون حوض رو میزدن وصل میکردن بنزین میدادن. بعد که تموم میشد اینا میرسن کنار، شما با یه موتور چپ میامدی جلوتر باید میستادی، همه سیفتی رو رعایت میکردن، ماشین آتیش نشانی وایستاده و کلی زحمت دارن میکشن که شما بیای برید. حالا موتور بعد ای پیو بیاره فلان بیاره، این خودش خودکفا بود، کراس بیرید استار میزد سمت چپ استفاده میکرد، موتور راست رو روشن میکرد. موتور راست که روشن میشد همه شوکه بود میرفت. خب درست بود، ولی چقدر زحمت، چقدر هزینه تا شما میرفتی. اگه میخواستی درگیر بشی 5 دقیقه درگیر بودی، 5 دقیقه تورا بودی برای بنزین بگیری برگرد. تا یه تاریخی شد که خیلی هم تاریخی زود، همه خرابانو گفتن آقا بزن برو بنزینگیری در شب انجام بده. هر کی برای خودش خودکفا انجام داد و کلیر شد و مگان کردن. حالا از اون روز به بعد پروازهای شبمون هم انجام شد، یعنی هم روز انجام میشد هم شب. منتها بسیار سخت بود چون لایتینگش خیلی خراب بود. شما وقتی اپروچ میکردی بری اصلا بسکیت رو نمیدیدی در شب، شما یه نوری بیافتینه ببینی کجاته، ندیده روش بیاد به خود بدی فلان، این بر موتوره این بر فلانه، خیلی بد مال. ولی برای افورد بسیار عالی بود و تعبیه خوب. این به نظر من اینطوریه که ما نتیجه کلی هم از F14 گرفتیم و به نظر من اگر F15 بود یه همچین نتیجهی به ما نمید. پلاس این که کارنامه و رزومه هر وسیله و هر شخصی نشان دهنده صحت و سقم اون ادعایی هست که هر کسی میکنه و کارنامه زیبایی که خلبانای تامکت از جمله حضرت عالی در جنگ از خودتون نشون دادید، شما جناب بقیه عزیزان، حالا اسم نمیارم که دیگه اینجا کسی از قلم نیفته، حضرت عالی به تنهایی تا اونجایی که من میدونم از لایف‌های قبل حدود 12 فروند هواپیما رو شکار کردید. البته این به این معنی نیست که شما اون که تونستید زدید، اون که نزدید نه این که نتونستید، طرف توی موقعیتی خودش رو قرار داده که در واقع شما برتری هوایی رو حفظ کردید و ایشون در رفته نبوده. اساسا کار شما برای این بود که شما خب کپ میپریدید میومدید تاپ کاور بودید برای این که یک کسی نیاد، هرچی بهتر کمتر درگیر بشی، خب اصطلاح که هواپیما موشک کمتری داری و اونا کارشون انجام نمیدن. شما قطعا این 12 شکار هر کدومشون یک کتاب میشه راجبشون نوشت، ولی از شما میخوام محبت کنید. من اینجوری که میدونم دوتا میگه 25، یه دونه سخوی 22 و مابقیش هم میگه 23 هست، هم بله. تعدادی که هر کدوم اگر اشتباه نکنم 9 تا 8 و 9 تا دیگه میگه 23 ساعت. حالا دونه به دونه من میدونم البته خاطراتشون رو توی لایو قبلی هم اومدید فرمودید، ولی اینا رو یک اجمال دونه دونه بگید شورت اند سویت تا انشالله من سوالای بعدی من بپرسم ازتون. راجب این دوتا میگه 25 اول شروع کنید. عرض کنم که ما پرواز پرواز حفاظت تهران که بین آبی که قزوین نقطه شرقی و نقطه غربی قروه و مثلثش که این بخواهی دور بزنی و روم بگیری برای اونجا باشی ملایه بین این سه نقطه دور میزدیم. اینو حساب کرده بودیم که ما در این نقطه بتونیم جلوی میگیری سپنجه بگیریم دیگه ویسته تایم نکردیم، چون بعد از این دیگه نزدیک میشه به تهران و دیگه هم برگردی هم نمیرسی بهش، فایده نداره اصلا، شما باید فقط هدام بزنیم.
خب همه کتاب ها رو همه خلبانه نشستیم ریویو کردیم چجوری و فلان اینا. بالاخره یکی از این روزا من حفاظت تهران داشتم که این حفاظت تهران موقعی که میگی 25 میامد، خب میگی 25 از مرز ایران، از جنوب تبریز، شمال پنجوین یا یه همچین نقطه‌ای وارد میشد که رادار بلا فاصله که اینو میدید از زمان این تریس میکرد. اینا وقتی رادار سوباشی ثبت کرده بودن 12 دقیقه تا رو تهران میامد، 12 دقیقه هم که تا روی کرج بمبشو میزد، یعنی 20 مایل زودتر میزد که این حالت اینرسی بتونه با اون بره دورتر نخوره، اون برای آبادی بره بخوره. این میخواست یه جایی بخوره که وسط تهران بخوره، هم روبا وحشت داشته باشه، هم چون هدفی نداشت، فقط میخواست شهر بزن. خب ما آمدیم اینا رو حساب کردیم، وایستادیم حدود 30,000 پا و دو همین سه نقطه که عرض کردم دور میزدیم. حالا یه فلسفه طولانی داره این بخشش که بخوام به شما بگم. قبل از اینکه رادار ببینه تو جنگ الکترونیک همراه با فاشا، سیستم اطلاعات شناسایی نیرو هوایی، اینا دو بخش ناگسستنی از هم چیکار میکردن؟ سه بخش رو اینا تعمیم میکردن. یکی این که ESM یا Electronic Support Measurement، Support Measurement یعنی پشتیبانی الکترونیکی از جنگ، از موقعیت خودی. حالا اینا چیکار میکردن؟ اینا میرفتن پروازهای خفاش که داشتن یا کجا و سرسام ها و فلان، تمام اینا رو پیکاپ میکردن و قوانینشون این بود که تا 1 ساعت قبل باید آپدیت باشه اینا. یعنی اگه الان یه سامشی شما تو منطقه اینا داریم، ما میریم پرواز میریم اونو نگاه میکنیم، 1 ساعت پیش میگن آقا یه سامشی شما ده آوردن نصب کردن. اینا تا این حد همیشه اینا رو جمع آوری میکردن. و بعدیش این بود که توی این آدم های بسیار اکسپرت و بسیار بسیار آدم های وارد بود که از عربی بلد بودن، مکزیکی بلد بودن، از کانادا. حالا اینجاش که ما با جنگ با عراق داریم بیشتر عربی و انگلیسی اینا بود. اینا که میشستن اون کرو میرفتن که موقعی که تاکسی هواپیما تاکسی میکردن، اینا از روی تاکسی کردن هواپیما میفهمیدن که این موتورش داره میگرده، میگه 25 یا میگه 23 5 یا 10 هواپیما سنگین فاشا. فاشا بعد فاشا میداد اینو به کجا؟ به نمایندش توی کامپوس و میداد به رادار، رادار سوباشی. رادار سوباشی در عرض 1 ثانیه بهمیش میگفتش که بی اویر هواپیمای میگه 25 در حال اومدنه. حالا کو تازه داره تاکسی میکنه، ولی روشن کردن، روشنش گرفتن به ما دادن. خب این موقع شما جلوتری، ما هم حساب کرده بودیم که اگر تو این 12 دقیقه زمانی که این وارد میشه، اگر ما تا 4 دقیقه پروفایلمون انجام بدیم، تا 40,000 پا بریم، 50,000 پا بریم، تمام کارامون انجام بدیم، مسیرامون رو هم بذاریم، خلبان کابین عقب داره پیکاپش رو ست کرده که کجا رو بگیره چجوری بکنه، همه اینها و تو هم پروفایل داری انجام میدی، میندازی دماغ پایین بدونی که ابزرور بزنی، چون الان نیازی نداری، میری پایین با همین 5-6 هزار پا 10 هزار پا که اومدی پایین سرعت گرفتی 1.4 هم گرفتی. بعد حالا کلایم میکنی، در حال کلایم کردن این 4 دقیقه رو ما کاور میکردیم که در این موقع من این زیر 4 دقیقه اینو گرفتنش، یعنی در عرض کنم که 6 دقیقه اومدن اون بعد از تبریز من گرفتم، پیکاپش کردم، بعد 42 مایلی زدم، فینیکس زدم و از صفحه رادارم رفت بیرون. منتهاش حالا این به جایی که همیشه اینا وقتی می اومدن از 100,000 پا یا 90,000 پا بمبشونی که می زدن، خب معلوم بود پاورزشن آیده، از اونجا دیسندینگ رو شروع میکردن تا از جنوب اصفهان میرفتن بیرون.
یه ریدیوس اینطوری، ریدیوس سرن بزرگ، کسی هم جلودارشون نبود تا این موقع. اینی که ما زدیم که بعداً روزنامه از شرق و وسط همون تاریخ گفت آقا 1,225 افتاد تو همون روز. بعد دوباره روز دیگه ای احیانا 10 روز بعد، 5 روز بعد، کجا که باز من حفاظت از تهران رو پرواز کردم بودم که گفتن که یه دونه هواپیما میگه 25 داره میره سمت اصفهان، یعنی دیگه از سمت تبریز نمیاد، میره از سمت شلمچینه، از اون وسط ایران داره میاد به سمت اصفهان. خب من یه لحظه پیش خودم گفتم که این که از اونجا داره میره، از فهمیدن ما اینجا این سراغات همهاشون گفتن که تهران کابره بریم اصفهان رو بزنیم. بعد منم تیرشون رو شکوندم، گفتم به رادار که شما اجازه میدی من برم اونجا؟ گفتش که شما میتونی؟ گفتم آره شما فقط اینجا کلیر کن من برم. گفت استنبار. 3 ثانیه بعد گفت برو. اون قبل از 3 ثانیه من پروفایلم انجام دادم، گفتم حالا اگه گفت نمیتونی بری خب میان سوارت هم کم میکنم. من کهریزک و طرف جنوب عرض کنم که تهران رد کرده بودم وقتی اون به من گفت، ولی از روی آبیک تا روی دلیجان من 8 دقیقه سوارت بودم. 8 دقیقه آمد روی دلیجان، گشتم به سمت استاد شاهباز که روی سمت قربه. حالا سیستم را آردابیلا رو من گرفت که این اومده از کجا اومده، نبود اینجا، کسی نداشتم. ما گفته بودن که اینجا خالیه فلان اینا، درگیر شدیم با هم. درگیری انقدر شرف زد، انقدر فلیر زد که تمام وقتی که من آمدن نشستن تمام پرسنل ام سی میگفتن که چی کار کردی شما، این بیچاره هر چی داشت ریخت. میگفتم من میخواستم بزنمش ولی در موقعیت ساعت 12 قرار نمیگرفت که اون بین 0 تا 10 درجه 20 درجه از موسه هدام که من میخواستم 0-0 کنم در اون حالتی که من 11 اون بودم میخواستم بگردم یه ذره برم اون و برگردم. خلاصه انقدر با این درگیر شدیم تا روی درش گاه کنیم و با هم درگیر بودیم، ولی نمیتونست بمب بزنه، فقط میخواست خودش نجات بده. تا اینکه از اونجا دیگه بریک رو کرد و فرار کرد، رفت کجا؟ رفت تو مرز کویت افتاد، تو مرز کویت بدون فایده. حالا مسئله بعدیم اینه که من ممکنه که 12 تا یا 15 تا اکشوال داشته باشم که هر کدوم با سندیتش مشخص باشه، ولی بیشتر از اینو من جلوگیری کردم نذاشتم بزنم. یعنی من بالای سیتا نذاشتم هواپیماهاشون بیان، وقتی من بودم نذاشتم حرکت کنن برن اون کاری که لازم بوده بکنن. مثلا بود جزایر مجنون یه همچین کاری کردن، نذارن ولی نذاشتن بوم بزنن. توی بوشهر این کاری کردن، توی خارک این کاری کردن زیاد، خیلی تو رو خرم آباد کردن. ولی میگی 25 جایی که زدم، یکی رو آبادان بوده، یکی رو خرم آباد بوده، یه دونه روی کرمانشاه بوده، که اینا همه رادار من از ماموریت جای قبلی بعدش برده اونجا، گفته برو اونجا. من یعنی از روی فکه بین پادگان حمید و فکه پروازم بوده، توی کوریدوری اونجا پرواز کرد. از اونجا من آورده رادار من گفته که آقا برو بالا. گفتم کجا منو میبری؟ گفت برو عیدت مبارک، نزدیک عیدم بود. میگه برو عیدت مبارک، برو جلو. بعدم باشه بیرد. رفتیم بالا دیدیم ای بابا دادن میزنن که بخش کرمانشاه رو دادن میزنن. خیلی عوض میخوام خواهیش کنم یه آب بفرمید میل کنیم دوستی که رسیدم بالای اون دیدن کرمانشاه داره میزنه، یکیشی زدن پشت کوها، پشت کو، بقیه هم فرار کرد. یه دونه حرکت ایزایی بود که روی پادگان حمید اینا می آمدن، ما
یک کوریدوری رو ما داده بودن که اونجا پرواز کنی، شما نه به راست میتونستی بری نه به چپ، یک استرک شرق غربی میکردی تا اینا رو پیدا کنی. اگرم پیدا میکردی میخواستی دنبال کنی بزنی، باز خطر پدافند خودمون هم زیاد بود، هم پدافند اون هم مال خودمون زیاد بود، هم که اونا. حالا اینا یه تری ریخته بودن که قسم خورده بودن افشارده بزنن که اومدن. ما هم ریسترک بودیم موقع من که داشتم رو به قرب میرفتم، اون یک شماره دوم داشت رو به شرق. ما که همجور میامدیم در یک فاصله زمانی یه دونه فالس تارگت گرفتیم. خلبان کابین عقب گفتش که فالس تارگته. حالا فالس تارگت خواهش کنم. میخواییم اگه کانترکت بدیم سر اگه... نه میخواستم اینو دیگه بدم خدمتتون. این موقعی که تارگت میخواست ظاهر بشه، اول چه واقعی بود چی؟ الان معلومه؟ میبینیم؟ بله سر، بله سر، یکم بیاریم بالاتر. اول یه همچین چیزی میامد، بعد از این اون وقت شما وقتی که ادامه میدادی حالا خطش هم ظاهر میشه به این صورت. بعد اینجا به رینگ و کانتری میداد به شما که اون کانتر شروع میکرد، وقتی لاک میکردی کانتر شروع میکرد به پایین اومدن، یعنی میشد 40 یا میشد 30 یا میشد مثلا فرض کن 70 برای فاصله های دور کانتر بیشتری میداد، برای فاصله های نزدیک میامد زیر 40، بعد این 40 بعد میشد 39 38 همجوری، درست که میشد 0 0 0 این یهو میخورد بشت و ناپدید میشد. و یه همچین تارگت هایی ما میگرفتیم و میگفتیم فالس تارگته. کابین عقب برگشت گفت فالس تارگته. گفتم فالس تارگت اینجا فالس تارگت الان من نمیتونم قبول کنم، هواپیما رو خودم هم نمیتونم هواپیما رو بگردم چون تو رینگ پدافندی دستور قرار میگیرم، به راست نمیتونم برم، ولی میتونم رادار رو تیلت کنم به راست چون رادار هواپیما که اینجا و اکثر هواپیما ها رادارشون بلکه چپ و راست میگن، حالا این هم چپ و راسته، ولی اگر بخوای که در موقعیت روبرو داری میری، یعنی اینطوری میری این برای سرچ کنه میکنه برای یه سمت چپ و یه زوم میکنه برای یه زاویه ای که شما دوست داری اونجا زوم میکنه، به خاطر اینکه وقت کم بیاره کم نیاره تا شما میری دو ثانیه برگرده بیاد اون تارگته یه کاری بکنه. این بلا فاصله تو اون زومه فاصله بکن فورسش زیر نیم ثانیه هم کمتره. این کار رو کردیم دیدیم تارگته. تا دیدیم تارگته، حالا تارگت چیکار کرده بود؟ تداعی کرده بود تو رینگ پدافندی هاگ دستور اومده بود که اونا نتونن بزننشون، 50 کیلومتری بالاتر اونا 45 کیلومتری میزدن، این هم تو اون اومده که اونا رو گول بزنه به ما که از بغل بیاد بگه آقا مثلا یه فاستار یه ظاهر میشه بهش. بعد که اینو گرفتم نگاه کردم دیدم که یه دوتایی از روبرو داره میاد، یه دوتایی از شب داره میاد، یه تکی هم جلوی همه، یعنی 7 تا هواپیما در صورتی که اصلا هیچ چی دیده نمیشد. اول وقتی رفتیم زیر 12 مال اینا رو که گرفتم یه دونه موشک زدم داخلش، هم دوتایی ها و یه تکی که میاد همه یکیشون خورد بقیه برک کردن. حالا یه دونش قسم خورده بود که من برک نمی کنم میام دنبالت، دنبال من اومد تا روی کرخه، کرخه من دماغ انداختم پایین طبق همون برنامه که روی آب دریا انجام داده بودم، پیچاپ هواپیما، هواپیما F-14. حالا من نمیدونم الان جوانامون این کار رو دارن میکنن یا نه، که یکی از مانورهای زیبای F-14 همین پیچاپشه که در حالت آموزشی ما میامدیم پاور میذاشیم میل سرعت میگیریم 300-350، بعد یه دفعه ای چکار میکردیم، یه دفعه ای جرکی میکشیدیم، اصلا خود هوامای F-14 رو با زبونم بهش بگی خودش اوورشوت میکنه، یعنی دو سه یکیش این کار رو بکنه اون نمیتونه اونو بگیره.
تا برسه که اونی که نمیدونه و هواش از این پایین تره سن انگلیس سو اینا. یه دن از این پیشتابا کردیم و اینا رفتم. بعد از این هری برگشتم به پدافن گفتم که آقا من میرم روی مسجد سلیمان ولی روش نمیرم، من میرم به اون سمت ولی روش نمیرم، برک میکنم، هر کی دنبالم اومد بزن. که اونم تکیم برک کرد رفت، یعنی از روی بعد از کرخه دیگه تا نزدیک مسجد سلیمان نیمد رفت. و تقریبا همینا که اینجوری، یه روز عید نوروز بود که باز ما آمدیم که از پایین باز ما را آورد بالا جناب بیژن آسم، گفت بیا خواهیم بریم کار دارم بود. ما از اومده رفتیم روی عبر، توی عبر بودم یه دست، یعنی از کف کوها عبر بود تا 15-16 هزار. من اومدم رفتم تو عبر، همچه دیسن ادامه دادم تا 10-800 10-700 اومدم از عبر نیومدم بیرون. هی گفت بیا بیا ها، میخوام ویژوال بشی ها، میخوام یه چیزی بهت بگم. واسه من اومدم دیدم که نه، من الان اونجا کوههایی که 11,000 پای 10,800 به بالا هست الان هست، شاید الان از عبین اونا من دارم رد میشم. بعد گفتم این کوه من نمیبینم دیگه، من اصلا هنوزم ابرا خیلی هم غلیظه و پایین رو نمیتونم ببینم، اگه تارگت داری بگو من بزن. گفت تارگت ندارم. بعدا اومد تو پایگاه و من گفت آقا با هلیکوپتر صدام اومده بود اونجا نشسته بود، میخواستم دیگه تو با فشنگ بزنیش. شانس آورد که عب بود دیگه، اگه عب نبود زده بودمش دیگه. با خدا درود به جناب آسم عزیز، درود بهش. واقعا فکر میکنم یکی از اسطوره های کنترل شکاری، واقعا هم موتیویشن دهنده های رادار، البته همه رادارمن ها و اونایی که شهید شدن توی سوباشی اون خورتایی شهید شدن روشن شد، همشون اکسپرت، همشون باسواد، همشون پرکار و بهترین ها بودن. ولی خب ایشون، من یادم میاد که این کار ما با ایشون انجام داد. خب آره بفهمید شما، ما خواستم یادآوری کنم خودتون یادتونه بفهمید چی؟ همین شکاراتونو. بله یه دونه ما 4 فروند که بله. من بودم شماره 2، آقای مهرگانفر بود یادش بخیر، خلبانای تاپ افشارده، و شماره 3 ما خدا بیامرز، خدا روش شاد کنه، قهرمان حزین بود که اسطوره افشارده بود، و شماره 4مونم خدا رحمتش کنه عباس بابایی. 4 فروند رفتیم برای کاروان کشتی که از روز قبل ما میرفتیم پایگاه نیردریایی هماهنگ میکردیم، اینا میگفتن 14 تا ورودی 18 تا خروجی، 18 تا ورودی 14 تا خروجی، یا برعکس 30 فروند داریم 10 فروند خروجیه 20 فروند مواد و غذا و مهمات هرچی که هست میارن برای بندر امام، بندر ماشین. خب اینا موقعی که میامدن در خورموسا قرار میگرفتن، بندر خورموسا قرار میگرفتن، درست به رو به شمال میگشتن و این پاشنه بدنه کشتی همه میشه رو به خوبی دشمن که بتونه راحت بزنه. و ما هم که 4 فروندی 2 به 2 2 تا در فرمیشن، تاکتیکال فرمیشن که شما میدونید دوتایی با هم خیلی مساوی هم بله. حتی هیچ کنونشون جلوتر نیستن، هیچ کنون جلوتر نیستن، 1 مایل به فاصله 1 مایل هستن و عبیم هم. حالا اینها ها وظیف چیشون که کابین عقب ها هر دو رادار رو دارن میبینن، یعنی جلو رو دارن میبینن، و کابین عقب سمت لیدر داره سمت راست شماره 2 رو میبینه، شماره 2 داره سمت چپ شماره 1 رو میبینه، و خود خلبانای جلو دارن داخل این محبته رو میبینن، و پشت هم باز مال کابین عقباس، اون مال 1 رو از پشت تا ساعت 11 میبینه، اینم از پشت تا ساعت 1 میبینه.
این ماموریت به قول معروف. حالا وقتی که این چهار فروندی میرفتیم ریشترک 20 مایلی میساختیم روی کشتی ها 4000 پایی، بعد شدیم وقتی که دو نفر بنزین کم می آورد میره، حالا دو نفری باید میستادیم اونجا خالی نمیمون، دو نفری باید میستادیم دیگه، از تکتیکال فرمیشن در میمدیم میشیم سینگل آپریشن ولی در 20 مایلی. این نقطه 20 مایلی شرقی بود، اون یکی غربی و برمیگشن پایی که بسیار هم خطرناک بود و اونا همه حملاتشون تو این دو فروندی میکرد. واسه بیان چون میدونستن چهار فروندی موشو ساپورت داره، اینا نمیتونن بیان. خب در همین هنگام شماره 34 رفتن بنزین گرفتن اومدن، وقتی ستلان شدن ما رفتیم بنزین گرفتیم. وقتی که بنزین گرفتیم اومدیم از خلیج بندرگان سر وارد آب شدیم، داریم از بالا داریم میاییم روی مثلا 23-4000 پا هستیم، گفتیم خب بریم توی فرکانس منطقه. رفتیم فرکانس منطقه و رادار دیدیم چه قوقاییه، اون میگه برو، اون میگه فرار کن، اون میگه فلان کن، پشت من کیه فلان. بعد دیدیم آقای خدا بیامرز بابایی برگشت گفتش که عباس تویی؟ عباس هزینه میگفت، عباس تویی؟ این گفت من نه، من اسماعیلی شما. گفتش که پس این کیه؟ نگاه کرد گفت میگه میگه میگه. سرمون میگه که میخواست بگه، گفتم عباس میشنوی؟ شماره 4 میشنوی؟ بابایی میشنوی؟ Do you read? Hey به انگلیسی فارسی فلان اینا رو انرژاش کردم از داره ECM سیستم استراسم، چون خلبان ها شما رو نمیشنیدن ولی استراسم هاشون میشنیدن. رفتم رو مغز اپراتور ها، اپراتورشون کار کردم. گفتم آقا، گفتم الان ببین 72 مایل ما بودیم، گفتم من الان موشکم آماده کردم، فقط تو بریک کن به سمت ایران و بالا، من تلت بزنم. بریک کردی یا نه؟ آره بریک کردم. گفتم میس از آن دوی موشک آن دوی فیلیکس آن دوی واسه درسا که هیچی آن دوی نیست، مجازی همجوری دارم. بعد خلاصه رفتیم جلوتر گفت بریک کرد رفت. گفتم بذار بره موشک که میره دنبالش، من هرجا میره بذار بره. روح شاد جان بابایی، جان رسیم شاد. بعد که اومدیم پایین رفتیم 4000 پایی و رفتیم جلوتر، حالا من رئیس ترک غربی رو ادامه دادم، شماره 2 رو به شرق داره میره، دیدم که یه دونه سایه هواپیما رو میبینم داره بمب میزنه، راکت میزنه به کشتی ها، منتها به کشتی ها نمیخوره، میخوره سمت چپ کشتی و تو آب اسپلش میکنه، اینجوری آبا میپره میاد بالا. خب توی شرجی در زمان تابستون بیشتر شما روی آب جلوتون رو نمیتونی ببینی، حتی نیم کیلومتری یک کیلومتری جلوت دیده نمیشه، ولی موقع که میرسی روی مثلا یک هدفی کشتی یا هواپیما زیر پاد قرار میگیره، مثل این عرض کردم که مثل باله که میرفته توی سه نور اینجوری افتاده روش، این میشرخه نورم روشه، شما اونو میبینید، بس که از این نوره بره بیرون دیده نمیشه تو تاریکی. یه همچه حالتی در موقع شرجی روی آبه که من اینو نمیدیدم ولی سایش رو میدیدم، اون پایین زیر پام سایش رو میدیدم. که به خلابان کابین آقا گفتم که آفتاب کدوم سمته، سریع به من بگو. این همینطوری که من رو به غرب و شمال غرب دیسته اینجوری میرفتم اونو میدیدم، این خط مبرب رو میخواستم ببینم که از جلوی چشم من تا پایین که رفته این بالای منه یا پایین منه، حالا اینو ببینم تا تصمیم بگیرم. به محض اینکه گفت ساعت 8 اینجوری کردم بیایی کردم به چپ و پرید بیرون، من نزدم پرید بیرون. بعد گفتم که خب بلند رفتم رو گارد و گفتم هر کی میشنوه بیا رو فرکانس من، هر هلیکوپتری میشنوه بیاد اینو بگیره، این خلبان رو اسیر بگیره که نیام ببرنشون، چون اونا خیلی سابقه داشتن میامدن میبردن. و گفتم بینه بگیر تا 25 دقیقه من اونجا وایستادم، بنزین من بسیار کم بود، وایستادم تا این اومد اینو گرفت. به محض اینکه من اینو گفتم دیدم یه AI گرفتم،
بیایم در سطح رادار، در سطح RWR هواپیمای F-14 یک سیستمی هست که شما میدونی، این سیستم به نام اعلام خطر رادار اولیه است که وقتی این بلینک بکنه یعنی که یه نفر داره رو شما راداری سرچ میکنه، هیچ فعل انفعال دیگه ای نمیکنه، فقط میاد رو تو برمیگرده، یه خطی ظاهر میشه از سمتش. من دیدم از این سمت ساعت 7 و 8 رو من سرچه، من گفتم شما هواپیما ما نداشتیم اینجا، هر چی از نه اینا داره همینجوری داره با من درگیر میشه. بعد منم درگیر شروع کردم باهاش و 6 دقیقه درگیر بودیم، بعد دیدیم دو فروندن که به خاطر کروچر زمین، به خاطر کج بودن زمین، شما نگاه کن که در 60 مایلی باید 5000 بار داشته باشه در رادار بوشه ببینه، اگر زیر 5 باشه که اینا کف آب بودن، نزدیک کشتی ها بودن، خب دیده نمی شدن. ما هم که خبر نداشتیم اصلا، بعد که اینو پیکاپ کردیم حالا اینا اومدن خیلی آماده از قبل، یه دفعه اومدن سمت ما، ما هم که داریم برک میکنیم، برکای ما هم که اینطوری نه که یه جین که فرض کنیم که از سمت چپ، از سمت چپ مثلا فرض کن از 180 درجه بگرد، یه دفعه در بیار 360، یه دفعه در بیار 20 درجه، یه همچین حالتی به کم فرش بالا پایین بالا پایین. بعد حالا اون داره چیکار میکنه تو صفحه را آردویلی ها رو ما میگه که بلپ 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 بلپ، اونجا که ممتد میخواد بزنه من برکش میدم، وقتی برک میدم نمیتونه لاک کنه منه بزنه، وقتی که سرچ میکنه نمیتونه بزنه، وقتی هم برک میدم نمیتونه بزنه. و من هم دستم خسته شده بود چون خیلی جی کشیدم، با این دستم کمک میکردم تا برسه که رفتیم 18000 با همینجوری کشون نمیدارد 18000 با به خدمان کابین عقب، که کابین عقب اونطوری که یادم میاد کابین عقب من آقای عسکری فرد بود، کابین عقب شماره دوم خورشیدی بود، شادروان خورشیدی، خدا بیام امشب شب آخ چه بچه با معرفت و با سوادی. خلاصه رو به شاد باشه، رو به شاد. تا 18000 پا گفتم شما الان این که داریم راداره که با رادار رو ماست کدومه؟ گفت اینه. گفتم بس این چیه زند راسته بونه؟ یه دره عشرش گفت، گفتم بابا عشر اینه بگو، اینا دوتا حرکتی یکیشون بدون رادار می آمد، یکیشون با رادار، با شما رو با رادار گول می زدن، بدون رادار می زد، شما خیالت راحت کسی نیست دیگه. بعد من با چش دیدم، نه حالا دیدم با دو تا بعد درگیر شد، دو تا درگیری، گفتم اوکی من دقاقه می نزدن رو با آب، 4000 پا برای من دو. این گفت 13000 که بودیم 14000 پا، 12000 پا، 8000 پا، به من که اومد بگه 4000 پا آبر گوشم آیده 9 جی کشیدم رفت بالا. ماشه اوبرجی کرد اینا، فقط خوش نجات دادن که نرن تو آب، چون با من تا اونجا اومدن. بعد من رفتم این بالا یه مقدار حالت آنکانشس بودم تا به هوش که بیام تا ببینم کجا هم فلانا، دیدم اینا اینطوری اسپیلو کردن به سمت عراق دارم میدن، من از بالا یه دونه اسپیلو زدم و گرفتم رفتم دنبالش. حالا رادار میگو برگرد، میگفتم نه من باید این موشا رو بزنم، تا 5 مایلی بسته رفتم به خدا، تا 5 مایلی بسته رفتم، برستم فرار کردم رفتم. بعد اون خلبانی که اسیر گرفتیم آوردن رفتیم ملاقاتش، بعد گفتش همه رو صحبت کرد دیگه، گفتیم خب شما چی شد؟ گفت به ما گفته بودن که اگر افشاده تو منطقه است شما ماموریت کنسل کن بیا. گفتم خب افشاده تو منطقه است؟ گفتش که افشاره رو من با چشم میدیدم. گفتم تو افشاره رو با چشم میدیدی؟ گفتم من بودم. تا گفتم من بودم پرید اینجوری منو بغلش، منم دوتا مرچش گرفتم انداختم بودم بشین اینجا، اگه الان اینجا دست ما اصیل نبودی الان ما خود اونجا داغون بود. خلاصه بعد این دوتا سه تا معلومات خیلی قشنگ میمارد،
یکی اینکه گفت شما 8 فروندی و 12 فروندی میایین اونجا، شما فقط 4 فروندی بودید، اونم نصفش 2 فروندی بودید، نصفش میره بنزین بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر موقع که من خودم بودم ای سی ما اینجوری انجام میدادم که خودم میگفتن 1 کابین عقب 2، کابین جلوی شماره 2 3، اون 4 8 صداهای مختلف بود دیگه، در حالی که ما همیشه 4 کابین عقب فقط باید صحبت کنیم میکرد. حالا ما هم صحبت میکردیم، اونا اصول میکردن که 8 فروند دیگه صداهای مختلف میاد، میگن 5 6 7 8 اینطوری. بعدم که اون جمله رو هم گفت که به ما گفتن چیز اسیر گرفتیم چی، اگر افشارده بود درک کنیم، همین افشارده خیلی کارایی داره و خوب انجام داده که این انقدر روش حساب باز کردن، حسابشون رو بستن در هست. بعدم که من گفت ما 5 تا MiG-25 داشتیم که روسیه به ما داده بود، یکی از 4 تاش آپریشنال بود، یکیش هم برای کانابلایز رو اینا استفاده میکردیم. اون 4 تا رو همه رو هر 4 تا رو زدن. یه هم که هواپای میگیشتن دیگه نیومد، آخر جنگ دیگه نیومد بعد از این که ما زدیم اینا رو. چون یه نفر تو جنوب زد، یکی موشک سامان 2 اصفهان زد، دو داشتن که اینطوری من زد. یعنی 4 تا رو اینجوری زدین، 4 تا میگیریست 5 رو، یکیش هم که خب برمودی دسپیر بود برای کامل دسپیر بود، از روش باز میکردن اینو مثلا میبستن بلا اینا، یه اون هم استفاده نشد دیگه، یا نیم یعنی بالاخره نیمدن پرواز به این صورت. از کلا اینا 5 تا میگیریست و 5 بیشتر نداشتن خود که... اسیره میبود. دو تا شو شما زدی که خب 4 تا در واقع اون یکیش که نیومد اصلا، 4 تا که دو تا شو شما زدید. درود به شرفتون، درود به شرفتون. من چون میدونم به هر حال ساعت 2:30 بعد از ظهر باید بریم، من زیاد شما رو اذیت نمی کنم، رأس ساعت 2:30 25 دقیقه دیگه لایو رو تموم میکنم. فقط یک اشاره میکنم به 2 تا MiG-25 رو که اعلام کردید، فقط اگر میتونید کابین عقبا رو اگر یاد کنید که بمونه در تاریخ، اولی MiG-25 کابین عقبتون یادتونه؟ یادم نمیاد خیلی ولی سه چهار نفرم که از این سه چهار نفر تقریبا نمیتونه یکی میتونه باشه، یا آقای بنجاوی طالبیه، یا عرض کنم که عقباییه، یا دو سه نفر هم یکی رو شما شک دارم نمیدونم کنم. اوکیه، پس در واقع همین 2 تا MiG-25 که خاطره هر دوشو گفتید، یه دونه سخوی 22 که در واقع این سخورم اگر نگفتید میخواییم بگید، این هم فکر کنم رو خلیج فارس بود سخو، خلیج فارس رو کشیه بود دیگه، بله اونم که گفتید. بقیهش دیگه میگی 23 بود، یکی رو آبادان، یکیش همون 7 فروندی، یکی پادمان، یکیش رو کرمانشاه، بله یه دونه رو یکیش شمال صدام غرب، آره همونجا که صدام بود بعدش، یکی خرم‌آباد بود دیگه. وقتی که می آمدیم می گفتیم آقا خدایا 2 تا بال به ما بده، ما پرواز میکنیم میریم سمت عراق، 2 تا بال به ما بده، یه نوک یه بال رو تبریز باشه، ماکو باشه، یکیش رو شلنچه و میشه، ما همینجوری هرکی به نجه بگیریم. ولی خدا وکیلی هر کدوم با ما درگیر شدن از ما نتونستن پس کنن، یا فرار کردن یا خوردن، امکان نداشت از رفشن از ای جانم درود به شرفتون. من اون زمانی که شما کرمانشاه رو نجات دادید، به هر حال اون هواپیمایی که حالا داشته بمبارو میکرد، من اونجا درس میخوندم، مدرسه میرفتم، قطعا واقعا اگر شما ها نبودید شاید خیلی بلای بدتری سرمون. ولی جواب این دوستانی که میپرسن خب پس اگر F-14 به این قدر قدرتی بالا بود، چرا مثلا
فلانجا رو میزدن فلانجا میزدن، شما بفهمید که با یک دست چند تا هندونه میشه برداشت و به چه دلیلی افشارده تعداد کمی بالا کاور بودن یا حالا داشتن کب میدادن. بحث اقلام حیاتی و اون فینیکس و محدودیت و این داستانه رو لطفا بفهمید. حتی این اواخر شماها دیگه با ساید وینده سعی میکردید بزنید، حرارتی بزنید یا داگ فایت کنید. اصلا ما نوروز 62 16 سالتی پرواز کردیم، لیدرها همه بدون فینیکس بودن، بدون رادار بودن، هواپیمامون پارشیلی آماده بود. پارشیلی یعنی فرض کن فقط دو تا موتور داشت، سه تا چرخ هم که صاف صاف و نخاش بیرون. خب نفسدگی هم شما پیکان میخوای سوار شیم، این نفسده سوار نمیشی، این نفسده اومده بیرون. بعد میگفتیم ما هیچی، فقط برای اینکه اونجا حضور داشته باشیم لیدرها رو میدادیم هواپیماهایی که پارشیلی آماده هم. مثلا چی همون FMC نیستن، فول میشن که ببه نیستن. بعد شماره دوها رو کامل میدادیم، بعد میرفتیم جلو همه کارا رو میکردیم. اگر اون لاک میکرد یا فلان گفتیم تو بارو جلو ما تو بارت بایی میستیم. شونده این توسیل انجام دادیم که دقال معرف حضور اونجا داشتیم و اون موقع اونا میخواستن که سایت دهلوران و کجا اونجا رو مثلا بیان بمباران کنن، نداشتیم دیگه. چهار تا لشکر اونجا داشت جا میشد، لشکرهای زمینی که با این 16 سالتی اونها رو کابل کردیم تا اونا همه برن محلهای خودشون. اینطوری متاسفانه بحث همون داستان ضرب المثل رستم و یه دست اسلحه دیگه. بالاخره شما آره دیگه نداشتیتون. بله دقیقاً با همین بحث همین هم یه نوع ECM دیگه. وقتی شما 16 پروند هواپیمایی رو بلند میکنی که هیچ تسلیحاتی نداره و فقط به دلیل حضور F-14 که اینا نمیدونن، حالا شما دارید و این شجاعت رو به خودتون میدید که دارید میرید. شاید فقط گان داشتید اگه اشتباه نکنم، حالا اونم داشتی یا نداشتید نمیدونم، ولی با اون قدرت میرید و گان هم نداشت. نه گان بود، با گان فقط میرفت بود گان. اما فقط گان دیگه فقط از رادار هم کمک بگیره نه، چون رادار آینس هیچی نداره. نه بله میدونم. خب این خودکشی بله این تعدادی که حالا به هر حال ثبت شده از طرف حضرت علی، میدونم خیلی هاشو یادتون نیست. حتی الان یکیش که رو پادگان حمیدم الان من اشاره کنم، یه دونش هم اونجا بود. ولی اینها رو ما انشالله به همین کمک جناب نمکی و جناب ایزدستا و حضرت علی و بقیه دوستان، جناب ابوطالبی، جناب مازندرانی و جناب حیدریان، بقیه دوستانی که کنار ما هستن، انشالله با همدیگه اینا رو پکیج بکنیم و جوری روایت طوری که مثلا ما بدونیم، حتی فقط اگه شده اشاره که خاطرتون باشه به اضافه کابین عقباشون. این از شکارهایی که یک مرد آسمان، یک مرد گربه افسانه‌ای سوار، کسی که به هر حال اینجوری رشادت در آسمان کرده، این کارنامه یکی از خلبانان رشید ماست. 12 تا 15 فروند هواپیما درگیر و برتری، بقیهش فرار و داستان، شاید به 100 تا هم میرسه. برها شما کارتون فراری دادن بود و رهگیری بکنید، رهگیری بشید و این چنین فرار کنید از اینترسپ شدن توسط پای دشمن. خب ممنونم، خستتونم کردم. 20 دقیقه یا 15-20 دقیقه دیگه وقت داریم، خیلی شورت. یک گریز جناب نمکی زدن به اون پرواز ریس ترک شما که دو فروند بودید، که من فقط شنیدم و میدونم که شما یک زمانی خودتون هم روی زمین کنار، حالا نمیدونم اونجا بودید. اینو من دوست دارم اول یه اشاره بکنید بهش که اونجا در کدوم قسمت بودید. حالا جناب هوشیار بود با شما یا بعدن اومد یا قبل شما یا اینا رو نمیدونم، بگید شما لطفا. ضمن این که اون ریس ترک تاپ کاوری که شماها بودید، یه فروند میرفتید و یه فروند برمیگشتید، حالا 20 مایل 30 مایل یا هر
مایلیجی که قبلا برنامه کرده بودید. اینم برای ما یه توضیح بدید لطفا برای عملیات بیت المقدس. والا خاطرم نیست، یه مقدار بیشتر باید روش فکر کنم. بیت المقدس کدوم بود جناب نمکی فرمودن؟ همون اشاره کنید به اون زمانی که شما حالا یا قبل جام هوشیا یا بعد بهرام هوشیا بودید. اون یه اشاره نه هوشیار ابوالفضل رو میفهمید شما؟ ابوالفضل هوشیا رو گفتید پس. آها فهمیدم، چون فقط گفتید جناب هوشیا، پس ابوالفضل خلبان افشارده رو فرمودید که اون زمان که بسیار بسیار حمله زیاد بود، بمباران زیاد بود و ما یه نفر هم زده بودیم در همون جا. بعد نفرات بعدی ما از اصفهان نیومدن و از اصفهانم که از شیراز کمکی اومدن که هوشیار اومد جای ما. وقتی که من منطقه رو ترک کردم، من هنوز از نا رسیده بودم، از نا داشتم رد می شدم، دیدم بلیپ ایجکشن میاد. بعد گفتم که با فرکانس داخلی با فینیکس با پایگاه صحبت کردم، آقا ببین اونجا تو ام سی از یه این کارها رو میکنن، چیزی اون داره میزنه، دارن تمرین میکنن، چی میکنن، شک میکنن. برگشت گفت نه چیزی نیست، شک نمی کنن. خلاص ما آمدیم نشستیم. بعد که آمدیم نشستیم دیدیم هوشیار افراک هوشیار زدن، چون اصلا انقدر پرواز زیاد بود، مثلا یه قلم یا اون 19 فروند هواپیما میومد، 10 فروند 12 فروند برای زدن بمباران، بقیه هم تاپکار بود تو رادار نشون میداد 19 تا 18 تا در این موقع بود. ولی اونی که به قول من ما برای یه آزادسازی خرمشهر هم خیلی پرواز کردیم و موقع هم که آزاد شد یه ما اصلا به قول معروف اومدیم تو پایگاه و جشن گرفتن، چراغ ها روشن که ماشینا بوق می‌زدن. ما خیلی پروازی ها کردیم به چیز برای خرمشهر و آزادی خرمشهر. خب اینا رو ما باید بعدن از شما، من تو این 15 دقیقه که زمان هست میخوام از شما دانشمند این هواپیما یه سوال در رابطه با سیستم ایگرس هواپیمای F-14 اگر صلاح میدونید محبت میفرمایید یه مقداری توضیح بفرمایید. عرض کنم که سیستم ایجکشن صندلی پران هواپیمای F-14 مودیفای شده یا بهتر شده مال F-4 که همشون اون MK17 بود که مال انگلیس ساخته، مال انگلیس ساخته بود دیگه هواپیما مارتین بیکر. بله چون مارتین بیکر مال انگلیس و با یه سری تغییرات. ببین این صندلی برای لاک شدنش روی سر جاش، مثل این درهای شما دیدی که به چپ بیرون میره و درهای بانک یا بعضی جاهای بزرگ یه دری هست که شما هول میدی میری تو، یه نفرم هول میده میاد هر دو طرف این میگرده، ولی وقتی که تکون نمیخونه لاک میشه اونجا وای میسه. یه زبونه یه قفلی داره که اون توپیه قفل میکنه وای میسه. فقط اگر مثلا یه فشار 2 کیلویی بهش بدی 5 کیلویی بدی این باز میشه، مثلا بچه نمیتونه بازش کنه. مثلا حالا این هواپیما هم دو تا مکانیزم داره، یکی سمت چپ یکی سمت راست، که این و تاپلچ بهش میگن سمت چپ و هم در صندلی نشستی چپ بالا یه هولی هست اینطوری مثل مهرس از توش یه دونه مثل پیچ اومده بیرون. این باید فلش باشه، یعنی نه اون مهره تو باشه نه بیرون تر باشه. نه بیرون این سبب چک میکنه کویک چکش اینه که اینجوری دست بزنی این صاف صاف باشه. این وقتی صاف بود یعنی صندلی شما در پوزیشن خودش لاکه، ولی حالا با تنشنی که بعدا میگن چجوری میشه از لاک داره. بعد اون طرف یه دونه مکانیزم داره تایم ریلیز مکانیزم میشه، یعنی این صندلی اگر مثلا فقط بخواد توی اسپانیا پرواز کنه، توی فرض کنین که بره
یه جاهایی مثل ایتالیا پرواز کنه، جاهای مسطح یا جنوب عراق مثلا پرواز کنه، این تایمینگ مکانیزمش میذارن مثلا بین 1000 تا 2000. ولی تو ایران به خاطر کوهستانی بودن که همه کوها رو حساب کردن که ما حداقل کوههای البرزمون 12000 پاس، کوههای مثلا خود دماوند 18500 پا، و اگر بخوای بری مثلا دیگر جاهای ایران همشون زیر 12000 پا، دنا و سبرون و فلان. همین حساب کردن گفتن آقا پس میایم تایمینگ مکانیزم صندلی میذاریم رو 13500. یعنی 1500 رو سیفتر و بالاتر از این، این اینجا ست میکنه، اونم که لاکه. بعد دو تا دستگیره داره روی صندلی سمت راست، یه بهش به اصطلاح میگن آد ساید هندل و این ساید هندل. آد ساید هندل ماره اینه که شما اگر اینو بگیری بکشی همون کار رو میکنه که بالا ایجک میکنی. تو اون ایجک کردن شما رو از هفت جا صندلی وصلی، یکی مال اکسیژن، دو تا مال چتر، دو تا مال رالکید، دو تا مال لگلستند بالا، دو تا پایین، از هفت جا تقریبا وصلی. ولی اگر بخوای که امرجنسی ایوکوئیت یا سریع روی زمین تخلیه کنی یا آتیش گرفته یا هر چیزی، یه آسای هندلی میکشی تمام اینا قطع میشه، یعنی تو دیگه به هیچ جا وصل نیستی، ریلکس میری. ولی توی بالا خود این بدون اینکه اون کشیده بشه خودش این سیکونس انجام میشه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که زیر صندلی 10 تا راکته، این 10 تا راکت با هم 5000 پوند تراس شده، یعنی به اندازه تقریبا یه موتور F5، یه دونه تراس یه دونه از موتور F5 قدیم. بعد اینا با لنیارد یه مثل نخ پرک هست، خیلی سفته اینجوری بسته شده اون زیر و کند شده کف هواپیما، و یه دونش هم خورده رو یه دونه از این چاشنی این راکت ها، و این چاشنی راکت ها هم به ده تا وصله، یعنی اگر اینو بگیری بکشی ده تا راکت هم همین اینو بکشی. ولی شما که نمیکشی، 8 فیت این لنیارد اون زیر چرخیده، 8 فیت اونجا پرسه همجوری مونده. بعد یه دونه بالای خود صندلی که قبل از بشینی اول اینو شکل میکنی، یه نخی داره دو تا اینجوری مثل جبه شیرنی که میبینی اینجوری اومده، این دو تا حلقه هم توشه، این نخه باید از روی همه چی رد شده باشه و نخش نه زیاد سفت باشه نه زیاد شرخوش باشه، اندازه داره که چند اون فشار بیاد این نخه پارشه و چسب صندلی این توه. حالا صندلی که میخواد بره بیرون، وقتی که ایجک کردی این راکت ها هنوز کاری نیست، شما داری با ویدرو لاین این بالای این کنده میشه، اول در صفر ثانیه کاناپی میره، صفر ثانیه زیرو سکند کاناپی میره، ولی توی افورد زیرو سکند کابین عقب کاناپیش میره، پوینت تری کابین جلو میره، بعد یک و دو دهم صندلی عقب میره و یک و چهل دهم ثانیه جلو میره. حالا این یه مقدار زمانش یادم نیست، زیاد کم زیاد بشه، ولی در همین حول میشه. مال این هم همینطوره، این موقع که زدید چون کاناپی یکیه خود همین یه تیکه در از صرف ثانیه میره. بعد حالا ویدرول لاین مثل یه گانه اینجوری که میزنه، این چتر صندلی کوچیکه نمیاره بیرون، هوا پر میشه توش نمیکشه بالا. اونه که کشید بالا، این صندلی هم روی اون ریل خودش به وسیله همین دوتا چیزی که هستش پشتش، این میره بالا 6 فیت، 6 فیت که از صندلی از هواپیما دور شد، این لنیارده کامل میشه، اون لنیارده 6 فیته اینجوری به هم پیچیده است. وقتی که کامل شد، شد یه خط کامل، اون میکشه چاشنی راکت رو برقرار میکنه. وقتی اون راکت برقرار شد، حالا 10 تا راکت روشن شده، این هوا صندلی رو تا 294 فیت میبره بالا. حالا اگر رو زمین هم باشه این بعد 294 فیت رو بره،
ارتفاع هم باشه، تو بنک هم باشه، هر جا باشه، این پرت میکنه بیرون و یه همچین فاصله 100 متری رو تقریبا 100 متر میفرسته و چتر هم باز میشه و میاد پایین تو این موقعی. حالا صندلی در اون بالا یه دونه چتری که خودش آورده بیرون، یه چتر هم باز میشه که خلبان حالا یا بیهوشه یا باهوشه ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه، فعلا نشسته رو صندلی داره فریفال میاد پایین، اما فریفالش رول نمیزنه. یه چتری دیگه ازش اومده بیرون به نام استیبلایز شود، اون استیبلایز شود صندلی رو همجوری انگار نشسته رو هوا داره میاد پایین، اونو طوری میاد که تنظیم میاد پایین. تا کجا بیاد؟ اگه 18000 پاس 20000 پاس ایجاد کرده، تا اون 13500 پای تایم ریز مکانیزم میرسه عمل و صندلی عمل میکنه. اون موقع که عمل کرد، همون هفت شا اون چیزی که اینا رو باز میکنه، همینجا شد چت که وصله، اونا رو وا میکنه و از صندلی جدا میشی، جدا میشی، حالا خودت میای پایین. این به این صورته. عالی، 5 دقیقه وقت داریم. دو تا نکته من فراموش کردم، میدونم حالا، یکی که کابین عقب به چپ میره، کابین جلو به راست میره که برخورد نکنن با هم دیگه. اینا وقتی میاد بیرون برای اینکه شعلهش به اون نخوره، وقتی روشن میشه راکتاش، این هوا داره میره جلو دیگه، این همینجوری نیست رو به عقب، بعدا دومی میاد. حالا یه ذره وریشن میدن، اصلا شعله ها به هم نمیخوره، نخوره. بله. لیکن ترو د کاناپی، اگر احیانا به هر دلیلی کاناپی نرفت و در واقع اون لچ ها منفجر میشه، باد زیر کاناپی میفته و کاناپی رو میبره. نرفت. اون لچ ها اصلا منفجر نشد. هواپیما چیز ایجکشن سیت حالا یا از بالا یا از پایین کشید و رفتی بالا، ترو د کاناپی رو هم بفرمایید که اون دوتا شاخک های اون بالا بفرمایید اینم چیکار میکنن. اون دوتا شاخک ها که میخوره کاناپی رو خورد میکنه و حالا دیگه منوال بیلات باید بکنه، یعنی دیگه باید بیاد بیرون، یه حالتیه که باید از دیرینگ استفاده کنه. یه چتر میاد بیرون چون عمل نکرده دیگه، اگه عمل بکنه که خب میره بیرون، وقتی عمل نکرده حالا به یه طریق این از صندلی خوش جدا میکنه و میاد بیرون، و موقعی که اومد بیرون یه دیرینگ اینجا چتر هست، خودش منوالی مثل چتر بازار میکشه چترشو با میکنه. اگر اونا به... البته این سیکوینسه شما درست میفهمید که این دوتا کاناپی یعنی استپ اول تو همون صرف ثانیه کاناپیه و بعد صندلی، اگر که احیانا حالا کاناپی به هر دلیلی حالا اون عمل کرد اون اسپارکلاگا و نرفت ترود ده کاناپی، صندلی میره بیرون به دلیل اینکه اون شاخک‌ها رو گذاشتن، میخوره و در واقع منفجر متلاشی میشه. بحث بیلات هم که خب اون سر رو دوباره باید بکشه و خودشو که یه دونه افور اگه اشتباه نکنم یه بیلات انجام داد کمرش خود ارسلان مرادی، ارسلان مرادی اون کار بله که کمرش خورده بود به ورتیکال استابلایزر و ماهش شکسته بود، ولی همون درین هندل رو کشیده بود، خودش رو از صندلی جدا کرده بود، ولی چتر به وسیله هارنس روی خود خلبان هست، یعنی هارنس ها هست با خلبان. یک عرض کردن منواله، ولی اون که خورد میکنه برای دوباره اگه بیاد بالا اون لنیارده کار بکنه باز طبیعیه. آره دقیقاً عمل میکنه. بله تیمسار جهانبخش عزیز، 1 ساعت و 27 دقیقه تقریبا 25 دقیقه در خدمتتون بودیم. ما خیلی با شما کار داریم، سراسر معلوماتی، سراسر اطلاعاتی و به خدای محمد من به عنوان کمترین عضو این خانواده کیف میکنم وقتی شما حرف میزنید، وقتی که شما با اینقدر بعد از این همه سال با این همه اطلاعات صحبت میکنید، خدا میدونه به خودم میبالم که چه مردان مردی ما داشتیم و واقعا سر تعظیم فرود میارم در مقابل شما و از خداوند میخوام سایه پرمهرتون بر سر خانواده مستدام باشه. خدا این سه تا فرزند نازنینتون و سه تا نوه عزیزتون رو حفظ سلامت و موفق بداره، خانم عزیزتون رو و خودتون رو سایه‌شون
بستر خانواده مستدام باشه. خیلی محبت کردین. اگه پیامی برای این نسل جوان ما که عاشق شما هستن دارید بفرمایید، چون این ویدیوی شما خیلی جاها میره. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من آرزو میکنم که ابتداعاً به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه جنگ نباشه در هیچ جای دنیا، حتی یعنی خود ایران جنگ نباشه، چون جنگ از جایی شروع میشه که یه سری متامع و نفع‌های خودشونو دارن و بهش نمیرسن و با کلک و دروزه‌بازی میرن جلو تا جنگ بکنن، بلشو کنن تا به اون هدفشون برسن. پس معلومه که غلطه. یعنی اگر انشالله طوری باشه که جنگ نباشه، دعا کنیم که جنگ نباشه. ولی به طور کلی جوانای ما باید همیشه آمادگی داشته باشن. فدای جوانای ایران هم که بتونن همون جوری با اصالت ایرانی بودن و اصیل بودن، اگر نیرو هوایی ارتش هستن یا اگر بیرون هستن، دانشمند هستن، اگر هر جا هستن، در هیچ جا کم نیارن، همیشه جلو باشن، چون مغز متفکر در تمام دنیا اینجوری که بحث شده هوش و آیکیو مال ایرانی ها بیشتره و همین حسادت هم باعث شده که اینقدر روی ایران نظر دارن و میخوان جنگ به نظر خراب کنن، نابود کنن، هر چی که هست. اگر ایرانی ها رو بهشون میدون بدی و هوششون بالاست، میرسن به جاهای خیلی خوب و همشون هم صلح‌پذیرن، همشون هم دوست دارن آرامش داشته باشن، دوست ندارن جنگ. آرزو میکنم که جوانای ما همشون هم در ارتش، هم در بیرون، در هر جایی که هستن موفق و پیروز باشن و آینده مملکت رو بسازن به تحویل آیندگان خودشون. روح تمام همرزمانی که نام آوردید از شهید بابایی و تیمسار حزین گرفته، جناب آلاقا، جناب زندی، جناب عرض کنم تمام این عزیزانی که در F14 در کنار این مرد بزرگ جناب جانبخش زحمت کشیدن و الان نیستن در کنار ما، روح همشون شاد باشه. درود بر جناب جانبخش عزیز، مزاحمتون نمیشیم تا یه تایم دیگه. خیلی محبت داشتم یاد شهدای ارتش، تیمسار شهید آلاقا، تیمسار خرم، شادروان صادقپور، حزین قهرمان، شادروان شهلایی، خورشیدی، ابوعطا، شادنژاد، همین جوری حالا کسایی که به نظرم رسیدن جو گفتم. و درود به اساتید بزرگ نیروی هوایی سازمون مثل آقای مینی‌سپر، تیمسار مینی‌سپر، تیمسار دهنادی، فراهاور، حیدرزاده، تیمسار زنگنه، تیمسار خانشتفی، افغانتروی، ادراکی، آقاسی، تمام اینها کسایی بودن که به دوک زبانم اومد. خیلی دیگران هم هستن که جناب تابش که F5 بودن، همه اینها کسایی بودن که نیروهایی رو ساختن. و جناب ایزدستا استاد بزرگوارم که نصف تمام این کارهایی که من کردم از ایشون الهام گرفتم و تونستم اون کارها رو بکنم. جناب صمدی، جناب خلیلی، عبدالله خلیلی، هوشیار خلیلی، اینا هم خوش بودن. جناب تابش و تابش دیگر که جراح نیروهایی هستن، یه تابش هستن که جناب تابش خلبان هستن، یه تابش هم جراح نیروهایی که من تو فیسبوک انفجار در اتاق عمل رو یادتونه، فیلم انفجار در اتاق عمل رو آقای غریبیان به جای آقای تابش، دکتر تابش جراح عمومی بازی میکنه که منم خودم از حال خدا بیامرزتش این بنده خدا رو، و یک پزشک بسیار بسیار حاضر بود بچه. من فکر میکنم سر حالا بعدم باهاتون صحبت میکنم، فکر میکنم البته این مشکلی براشون پیش اومد، من نمیدونم ها، حالا خدا کنه انشالله که زنده باشم. و به هر حال من ممنونم از این که چقدر قشنگ یاد کردید از این مرد بزرگ، تو دسفول واقعا خیلی زحمت کشیدن. درود به شهر شریفی دادن، شریفی دادن، شریفی دادن، شریفی دادن، دوره من بودن حسیه هشت با هم بودیم. درود بهتون که یادآوری خوبی کردید، خدا حفظتون کنه. ما انشالله یه روز دیگه کامل همه اینا رو با هم دیگه دوباره چیز میکنیم، بجز این مسائلی که گفتید مسائل دیگه هست حتما کاور میکنم. درود به شرف، سپاسگزارم از
محبتتون که تشریف بودید در برنامه. انشالله میبینیمتون توی کارتون برمیشتون. خدا نگهدارتون سر، خیلی ممنون.